حالت مفعولی مستقیم یا همون حالت در واقع اکوزاتیف در زبان آلمانی به چه صورت هست؟ دوستان، زمانی که ما میگیم که مثلا کیف قهوه‌ای هست یا مثلا کیف قهوه‌ای رنگ است، اینجا کیف در واقع فاعل ما هست. اما اگه ما بگیم که من یک کیف قهوه‌ای رنگ را میخرم، در اینجا خب من فاعل هست و کیف قهوه‌ای رنگ دیگه مفعول هست. یعنی در واقع چون اینجا یک عملی که عمل خریدن هست صورت میگیره در موردش، بنابراین دوستان این حالت در واقع حالت مفعولی است. یا زمانی که مثلا بگیم علی به مدرسه میرود، علی فاعل هست، علی کاری رو داره انجام میده. اما اگه بگیم من علی را میشناسم، اینجا دیگه علی مفعول هست، چون بر روی علی در واقع کاری صورت میگیره. خب دوستان دقت بفرمایید، تنها اتفاقی که در حالت مفعولی میفته این است که آرتیکل اسم مذکر دیگه به جای اینکه در باشه دن هست، و اگر بخوایم یک اشاره کنیم دیگه آین نیست بلکه آینن هست. پس آرتیکل اسم مذکر دن هست یا آینن، و طبیعتا اگر بخوایم در واقع آرتیکل منفی یا هیچ رو استفاده کنیم دیگه به جای کاین باید بگیم کاینن. پس دن، آینن، کاینن، بقیه آرتیکل هایش تغییر نمی کنن. یعنی خونسا همون داس هست، مؤنث دی هست و جمع هم دی هست در حالت مفعولی. خب اما ضمایر مفعولی چه اتفاقی براشون میفته؟ خب در حالت مفعولی دوستان ما در واقع ضمایر رو به این صورت داریم: مرا، تو را، او را، ما را، شما را و آنها را. خب دوستان مرا در زبان آلمانی میش هست، همونطور که مشاهده میفرمایید میش یعنی مرا، میش، دیش یعنی تو را، دیش تو را، این او را، اویی که مذکر هست این هست، و اس تغییری نمیکنه دوستان. منظور از ام که مقابل این نوشته شده ماسکولینوم یعنی مذکر هست، و مقابل اس نوشته شده ان که ان همون نویتا یا خونسا هست، و اف هم که فمینینوم یا مؤنث هست. پس دوستان ببینید همونطور که تنها آرتیکلی که تغییر کرد آرتیکل مذکر بود، تنها شخصی هم که تغییر کرد در اینجا باز مذکر بود، یعنی این بود. در واقع ار یعنی او تبدیل میشه به این، این یعنی او را. اس تغییری نمیکنه، همون اس فاعلی هست، و زی هم تغییر نمیکنه. دوستان زی ها کلا تغییر نمیکنن، یعنی در حالت مفعولی زی تغییری نمیکنه. حالت فاعلی و مفعولی شکلی هم به معنی مثلا او میتونه باشه، هم او را، هم آنها، هم آنها را، و هم شما، شمای مؤدبانه، و هم شما را. اما ما را، ما را میشه اونس. شما هم حتما تکرار بفرمایید دوستان، حتما تکرار بفرمایید اونس، ما را، و اویش، اویش یعنی شما را، شمایی که چند نفر هستید، و زی باز به معنی آنها را میتونه باشه، و زی در واقع با اس بزرگ هم که شما را، شمایی که مؤدبانه هستید، اونس، اویش، زی و زی. پس یک بار دیگه از ابتدا میخونیم: میش، حتما تکرار بفرمایید دوستان، میش، دیش، این، اس، زی، اونس، اویش، زی، زی. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمی کنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.